دوستان اطلاع دارن که همایش سیاسی امشب که حول موضوع گذار از جمهوری اسلامی و تفکیک دین و دولت در ایران برگزار میشه، در واقع پیش درآمد سیاسی هستش برای چهارمین گرد همایی سراسری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک که طی فردا و پس فردا در سالن شهرداری مالاکوف برگزار میشه. امروز بحث راجع به این است که چگونه از با عبور از جمهوری اسلامی، اونچه که من فهمیده بودم، وارد مرحله جدید میشه و در اون مرحله جدایی کامل دین از دولت میتونه برقرار بشه. خود این بحثی است که اصلا چگونه از جمهوری اسلامی رد میشیم و آیا رد خواهیم شد یا نخواهیم شد، یا هنوز یه 20-30 سال دیگه وقت داریم. با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی امروز یه کمی پیشگوییش برای اشخاص و برای من مشکلی، ولی خب من میدونم که اگه جمهوری اسلامی نباشه ما باید چیکار بکنیم. چون قبل از اینیم که جمهوری اسلامی بود آمد، ما میدونستیم که چیکار بکنیم و این کار رو میکردیم. در جریان یک سال و نیم، دو سالی که زمینه‌های در واقع شورش، انقلاب یا قیام یا هر چی که بگیم پیش آمد و بالاخره منجر به سقوط رژیم قبلی و برقراری یک رژیم خمینی شد، رژیم جمهوری اسلامی شد، ما راجع به چیزی که اصولا جامعه، دارم میگم راجع به چیزی که فکر نمی کرد، جدایی دین از دولت و مثل یک هوایی که تنفس میکنیم و یادمون نیستش که اکسیژن و ازوته، هوایی رو هم که به تدریج از بعد از انقلاب مشروطیت برای ما شکل گرفته بود و برای ما یه جامعه ساخته بود که لااقل قوانینش از هر جهت، قوانین سکولر و قوانین غیر دینی بودند، فراموش کرده بود و تنها فراموش نکرده بودیم، نگذاشته بودند که نسل گذشته تجربیات خودش رو به ما منتقل بکنه و حافظه مانع در واقع انتقال حافظه تاریخی به نسلی بودند که در اون روز در خیابان‌ها قیام کرد. نظر من علاوه بر این مسائل مطرح شد، واقعیت اینه که سطح فرهنگ جامعه ما بسیار عقب مانده بود. در ایران ما یک فرهنگی داریم در سطح روشنفکران که بسیار روشنفکران برجسته، بسیار روشنفکران فرهیخته، که با سطح عمومی جامعه ما بعضی وقتا اصلا سازگاری نداشت. ولی واقعیت اینه که عموم مردم ایران رو، عام رو اگر در نظر بگیرید، ما فراموش نکردیم که عکس خمینی رو در ماه میدیدن، موی خمینی رو در کتاب قرآن پیدا میکردن و به اینا باور داشتن. یعنی چون ما همیشه از مردم به عنوان یک تابو صحبت شده، هیچ وقت همیشه به سر خودمون زدیم ولی به این مسئله اشاره نکردیم. جهالتی که در جامعه داشت، اسم این جهالت، این یکی از ریشه های اصلی جمهوری اسلامی شد. هم درست میگنی شد روشن بهترین ماها هم مسئله جدایی دین از دولت در اون مطرح نبود. زمانی که در اروپا لایسیته بحثش میشه، در بعد از مشروطیت بحث اینه که چند تعداد از مجتهدین بایستی در اونجا حضور داشته باشه، سهمیه شد. یعنی ما با یه همچین جامعه‌ای هم بودیم. موضوع دیگه‌ای که خیلی کمک کرد به این مسئله، جنگ سردی بود که بین غرب و شرق وجود داشت و این استراتژی که آقای کیسینجر ریخته بود، کمربند سبز دور شوروی کشید، نتیجه‌اش این بن لادن برادر جورج دبلیو بوشه که خودشون تربیت کردن، نتیجه اش سازشی است که کردن و این رو بزن.
خمینی تونسته. البته من نمیخوام بگم که فقط به این دلیل توضیح دادم مردم برمانی واقعیت اینه که همونطوری که آقای لحظه دفتری گفتن مردم مسئول است. اولش این است که دولت لایق باید که پر باشه. از چی؟ از حقوق ملی. منافع ملی نمیگم، حقوق ملی. حقوق انسان. عرض کنم به شما اصول راهنمای مردم سالاری. نه همه باید با شفافیت تمام در قانون اساسی بیاد. حالا تنها مسئله دین هم نیست، مرام هم هست. دولت مرامند هم نمیتوانه باشه. برای که میشه دیکتاتوری، اول خودشون مرام نقض میکنه. در اروپای شرقی دیدیم. اول خودشون مرام نقض میکنه، بعد میشه خالی، خالی از هدف، بعد هم میمیره. اینه که دولت باید که لط فرموده بی مرام باشه. مرام مال انسان هست. دین هم مال انسانه، حالا هر کس هر سلیقه داره. پس این تفصیل زیاد داره، اما من همین خیلی خلاصه میخوام بگم که این ویژگی اول لایسیته اینه که دولت باید بود باشه از حقوق، حقوق ملی، حقوق انسان، اصول راهنمای مردم سالاری، علاوه بر اینها حقوقی که ما به عنوان جامعه از جامعه های بشری در محیط سیست کل جهان داریم، در فضا داریم، اینا ما حق داریم. همچه نیست که بگیم محصور میشه به مرزای ما. این حقوق باید به دقت روشنی در قانون اساسی بیاد. عرض کنم به شما ویژگی دوم این که همینه که الان عرض کردم، دولت میباید مطلقا، چون فقط حقوق رو در بر میگیره، خارج از اون هر چی باور هست، خوب، بد، نمیدونم، راسیونل، ایراسیونل، اینا به انسان مردم مربوطه، به دولت مطلقا. تو جامعه ما اصلا این نبوده، تو تاریخ ما از 6000 سال پیش منصوب به جمشید، اولین حالا پادشاه افسانه‌ای یا واقعی، ایشون عین دیانت بوده، پادشاهیش عین دیانت بوده و براحتی میگفت من از طرف خدا اومدم، مأمور خدا هستم، وظیفه‌ام هم اینه که دین گستری کنم، مردم باید اطاعت کنن. دوران میترائیستا بوده، بعد اینا همین داستان بود، کارتان ها موقع بودن که همین سیاست های اعمال میکردن، میگفتن ما نماینده و خدا در زمین هستیم، شما بیاین اموالتون رو بدیم به ما. خیلی راحت. اگه این کار هم نکنیم خب زور، حتی میگن اینا به قدری هم زورگو بودن، افرادی هم که بر اون دین نبودن مثلا مجبور بودن که بر اساس آموزه های اونا عمل کنن. هیچ کتیبه ای از دوران هخامنشی به جا نمونده که شاه نگه که من از اهورام از اولا دارم دستور میگیرم، دستور یعنی نمیگیرم. در تمام کتیبه ها داستان اهورام از اولا هست، یعنی بعد اون دوران ساسانیون میبینیم که اصلا خود پادشاه ها همه شون چیز بودن، متولی های آتشکده ها بودن، خودشون موبد موبدان بودن. بعد اون اسلام میبینیم که اون در خلافت بنی امیه، بعدش بنی عباس، میبینیم دوران صفویه به همین صورت. در دوران صفویه میبینیم که اصلا رسمن اونقدر غلیظ میشه این مسئله که هر کنون از این شاه هاشون یه الگوی عجیب نشون میدن. مثلا شاه طهماسب میاد میگه که به شیخ الفقهاء وقت میگه که اصلا حاکم اصلی شمایی، بنده فرد یه عامل اجرایی هم از طرف شما. شاه اسماعیل میگه دربار من خانقاهه. همین گفته شاه اسماعیل یه مصیبت عظیم، یه فاجعه عظیمی برای ایران به بار میاره، در نامنگاریش با سلطان سلیم عثمانی که منجر به جنگ چالدران میشه. در واقع پسرموی این پادشاهی که به ایران پناهنده بود میگه که آقا درگو تحویل بدیم، میگه که آقا اینجا خانقاست، ما کسی از خانقاه بیرون نمی کنیم. من امشب در این جلسه قصد ندارم با ارائه یک سری ادله و عوامل به این بیام سعی بکنم به این نتیجه برسم که دلخواه من چیه و احتمالاً ما به اونچه که دلمون میخواد برسیم. بلکه قصدم اینه که امشب
یک سری سوالاتی رو مطرح بکنم که بر اساس این سوالات یه مقدار فکر بکنیم، ببینیم که در کجا قرار داریم و به چه شکل میتونیم از جمهوری اسلامی بگذاریم، اونو سرنگون کنیم، اونو بر زمین بزنیم و به سمت یک حکومت دموکرات، آزادی خواه و لایق گام برداریم. دوستانی که من میشناسن میدونن که نه در دوران خاتمی و نه حتی در همین جنبش 88 معتقد نبودم و نیستم که این جمهوری اسلامی اصلاح پذیر. نوشتم بارها و بارها صحبتهای من دوستان شنیدن که به نظر من اصلاح پذیر نیست و باید سرنگون بشه و باید از بین بره. اما چگونه باید این کار انجام بگیره مسئله مهمیه. با چه نیرویی باید انجام بگیره مسئله مهمیه و مخاطراتی که ما در مقابل خود داریم باز مسئله مهمیه که اینها رو باید مرتب در مد نظر قرار بدیم. آقای بنی‌صدر در مورد چندین اصل رو در اینجا بیان کردن در مورد لایسیته. به نظر من هم همینطور تفاوت جدایی دین و دولت با لایسیته یک تفاوتی داره و ایشون در چند اصل رو بردن، ولی من اینو به یک شکل دیگه دلم میخواد که در اینجا به نظر دوستان برسونم.